سلام، حال شما چطوره؟ احوالتون چطوره؟ شوهر امسال شما چطوره؟ بیاین تو میخوایم ببینیم حرف بزنیم و چی کار کنیم. حرف بزنیم و حرف و ظرف باشه، حرف و خرج که نمیتونه باشه اما میتونه حرف و یه چیزی باشه. اما میخوام ببینم شما چطورین، در چه حالین. یکم براتون از ریتریتمون بگم، از تور طبیعت گردی و ورکشاپ حال خوشمون بگم، یه آماری بگیرم ببینم شما کجایین، از کجاها میخوایم ما ریتریت برگزار کنیم. خیلی هم جای هر کی نبود، خالی بود، بسی خوش گذشت. سلام به روی ماهتون، درود بر شما، درود بر همه. من دارم آماده میشم برم بیرون، بعد موهامو خودم، یعنی موهامو بدون شما درست کردم، ولی گفتم آرایشمون رو با هم انجام بدیم. گلناز حسینی رو بلاک کردی؟ بهار قاسمی میپرسه اینو، نه چرا بلاک کنم. سلام سمیرا جونم، سمیرا یکی از قشنگایی بود که توی ریتریت با ما همراه بود. خوبی عزیزم؟ قربونت برم. خوب شد گفتی سمیرایی، من فالوت کنم. فالوت کردم. منم خوشحالم میبینم اتون. بچه موهامو خوب فر کردم، نه؟ I like it. از خودم راضیم. منم خوشحالم میبینم اتون. مرسی که اینقدر انرژی خوب دارید. دلم براتون تنگ شده بود. یه 10 روزی میشه یه ذره فعالیتم کم شد، و البته که خب از این 10 روز 4 روزش و اینا درگیر همین ریتریت بودیم، اما موهام عالی شده. مرسی عزیزم، من دلم یه دوست مثل تو میخواد. قربونت اله جون، بازم خدا رو شکر که ما اینجا همو داریم. واقعا نمیدونید چه شما نعمتی هستید که برای من اینجا این. من با وجود شما واقعا شاکرم، به خاطر اینکه همین که الان دارم اینجا میشینم با شما حرف میزنم حس خوبی به هم دست میده. سلام از سیر جان. سلام سیر جان. میخوام آرایش کنم این کیفم، هم ببینی چی قشنگه. جونم براتون بگه که سلام از کرج، سلام به روی ماهتون، درود بر همه. سلام هستی خانوم، سلام رکسانا، کیمیا، علی، مرتضا، معجزه قلم، همه تون سلام. این اولین چیز بود برای من، این اولین تجربه برگزار کردن یه ایونت به این شکل به صورت حضوری بود. خب قبلا ما آنلاین هم داشتیم تو زن وایب هم، که حالا ایونت های یه روزه حال خوب رو برگزار می کردیم و امیدوارم که بازم داشته باشیم در آینده. منتها این یه چیزیه که من دوست دارم بتونم با شما بهتر و بیشتر در تماس باشم، از طریقش بتونیم با هم رشد کنیم، بتونیم یه مزه ای از یه چیزی که میتونه خیلی پایدارتر باشه و سازنده تر باشه رو به صورت اشانتیون به شما توی مثلا یه چند روز ارائه بدیم، هم فال هم تماشا. و دوست دارم از اون بخشی که من میتونم به شما اضافه بکنم استفاده بشه، بهره ببریم همه، من از حضور شما چیزایی یاد بگیرم، دوره هم رشد کنیم، بگیم، بخندیم، برقصیم. خلاصه که با من برقص. شماره رنگ موتو بگو فاطمه. اتفاقا من مومو رفتم ترکیه، مامانم اینا رو، خواهرم، برادرم، خانوادم رو ببینم، گفتیم من بهشون به مامانم اینا گفتم که بچه ها بیان یه کاری کنیم، من موهامو از سیاهی درارم. بعد خواهرم یه سری رنگ مو داشت، گفتش که بیا اینا رو ببین و فلان و اینا. خلاصه ما دوتا اول یه رنگ مو زدیم، یه ذره نارنجی تور شد، روشن شد، ولی مثلا اینجاها قرمز نارنجی تور بود. بعد
بد نبودا، ولی من نبودم. و اینجوری شد که گفتم نه و فلانه و اینا. گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. خواهرم گفت بیا رنگ 5 با 7 و 1 قاطی کن. حالا من نمیدونم، واسه ببینم هرچی عدده کمتر بشه تیره تره. آره آره، 5 بیشتر زدیم، یه ذرم 7 زدیم و رو اون این شکلی شد. حالا اون روز رفتم، دوباره رفته بودم مغازه، رفته بودم بقالی. بعد به مامانم مسیج زدم گفتم بچه من چه رنگی بود زدیم؟ فکر کنم 5 و 7 بود خلاصه، که یه ذره اش داره، یکم رنگ خاکستری سبز داد بهش و من از این رنگ خیلی راضیم الان، یه ذره قهوه‌ای. خلاصه اینجوری. حالا کامنت های شما باز داره نمیاد بالا رو مخ منه. یکی از دلایلی که کمتر میام لایو هم همینه دیگه، چون احساس میکنم این اینستاگرام داره با من. چه خوب الان من میرم این رنگ رو تست کنم. ایوه آره، پس 5 و 7 و یه جوری قاطی کن که اگه دیگه، حالا اگه 5 تیره تره یا 7، یعنی هرچی شمارش فلان تر بشه چطور تره، میبینی که چقدر من از این چیزا حالیمه. هرچقدر میخوای سوالای روانشناسی بپرس، ولی از این سوالای آرایشی بپرسی، من فقط در حد همین که سلام بر بانوی بیبدیل، خیلی ممنونم، سلام بر شما، درود بر شما، مرسی فائزه جون. آره الان میخوام برم کازینم رو ببینم، اومده لندن با زنش، دوست بچگیم، همبازی 7 تیره تره. آها خیلی خوب، پس یخت 7 زدیم، بقیهشو 5 تیره تره. ای بابا، شماره هرچی بیشتر باشه مو روشن‌تر میشه، بین علما چیز شد الان. چی شد کلن حرف دیگه. بچه چی براتون بگم؟ سوالاتونو بپرسین، من جواب میدم. این وسط هم هرچی یادم بیفته بهتون میگم. رفتیم تو طبیعت، مدیتیشن کردیم، بعد رقصیدیم، زومبا کردیم، دور هم غذا خوردیم، حرف زدیم در مورد اینکه چطوری بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم که اینقدر هرس نخوریم، غمگین نشیم، بتونیم احساساتمون رو کنترل کنیم، احساساتمون رو مدیریت کنیم، احساساتمون رو بشناسیم. همه اینها صحبت کردیم و من با یه سری از مهربون ترین و خوش انرژی ترین آدمایی که میشد آشنا شدم. خیلی حس خوبی بود، خیلی حس خوبی آدم وقتی با یه عده هم سفر میشه و همه آدمای خوبی هن. همه سعیشون و همه تلاششون رو میکنن برای اینکه اونجا با هم بتونن گروهی کار کنن، رعایت کنن مرزای همدیگر رو، حال همدیگر رو. خلاصه ولی هدفی که، یعنی دلیلی که من اونجا بودم همین بود که با هم یکم یاد بگیریم که خودمون رو از بیرون ببینیم، چون الان خیلی دوره عجیب غریب و همه آدم ها دارن میگذرونن. به هر حال استرس های مختلف داریم و این منیج کردن استرس. ایوا سلام مهرآفرین جونم، مهرآفرین هم یکی از بچه هایی که اومده بود. منیج کردن استرس، منیج کردن اون روزایی که حالمون یه حالیه که نمیدونیم وای دلم نمیخواد اینجوری باشم فلانه و اینا، این یه مهارت دیگه. خلاصه هم رقصیدیم، چون well-being یه چیز کلیه، یعنی تو هم باید اکتیویتی داشته باشی، هم باید خورد و خوراک دور هم کامیونیتی، هم باید ذهن آگاهی داشته باشی و اینا دیگه. خلاصه ما یه پکیج کامل رو با هم تو 3 روز تجربه کردیم. جای شما خالی. کلی هم میدونم بچهای، یعنی بچهایی که تو منچستر و لیدز و اینا هستن بهم پیام دادن که بیا اینجا. حالا بچهای منچستر و لیدز، شماها که اون طرفا رو میدونید با من در تماس باشین، با شیوا اگر بتونیم، اگر نه حالا یه جوری برنامه بریزیم که تو سپتامبر اگر شد
با هم اون ورا هم بریم، چون میدونم شمال انگلیس هم خیلی قشنگه. نه غلام. های دریا جون، حالت چطوره دختر قشنگم؟ سلام به روی ماه همتون، به چشمای سیاه همتون، اونایی که چشاشون زاغه، حتی به شما دوست عزیز. میدونی چیه تو آرایش؟ من دو نوع آرایش رو، مرسی دریا جون، آره موهامو الان قبل از اینکه بیام لایف با اوتوب فر کردم. چیزه، دو نوع آرایش رو من دوست دارم، ولی نمیشه این دو نوع رو با هم انجام داد. یکیش اینه که چشمو آرایش نکنم، فقط ریمیل بزنم. الان میگم مژگان جون ورزش روتینم چیه، یادم نره. یکیش این که چشامو فقط ریمل بزنم، سایه خط چشینا نزنم، بعد ماتیک قرمز بزنم. یکیش اینه که نه، خط چش بزنم، حالا چه سیاه چه آبی یا سایه، ولی ماتیک کم رنگ بزنم. و برام تصمیم گیری این که کدومو به انجام بدم همیشه سخته. ای کاش ابراتم رنگ موهات میکردی. نظرته؟ نظرشه بچه ها، بزنیم چیکار کنیم؟ رنگ باید بگیرم، رنگ ابرو باید بگیرم. آخه من تا حالا ابروامو رنگ نکردم، اگه یادتون باشه گفتم یه دفعه از این رنگ برا میزدم قبلا، که خب حالا یه ذره میذاری رنگ بر صورت دیگه، برای پوست صورت میزدم، یه ذره روشن میشد، قهوه‌ای میشد، میشد هم رنگ موها. بریم آرایش چشم، نظرته؟ آره آرایش چشم خوبیش اینه که دیگه مثلا الان من میخوام برم شام بیرون، حالا یه غذا مزام بخورم، ماتیکم بره، مهم نیست چشم آب. ابرو سفید نمیشه. نه ابرو سفید نمیشه، بستگی داره شما چقدر بذاری اون رنگ برو. مثل دکلورستی که شروع میکنی رنگو کم کردن، 10 دقیقه بذاری، مثلا من 10 دقیقه میذارم، یه بار امتحان کن شاید بهت بیاد. آره خب فوقش آدم باز برمیگرده رنگشو تیره میکنه دیگه. بعدم رنگ مو خیلی زوده، میگم رنگ ابرو خیلی زود عوض میشه. سلام راهیل جون، سلام عزیز دلم، چه خوب چهرهای آشنا دارم زیاد میبینم تو این لایف. شونبوس قنبولیا، لاین کینگ، مرسی محبت داری، میگی شیرین هر کاری کنه خوشگل چون قلبش زیباست. دوم 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 دوم. خب پس خط چش آبی میزنیم. اوکی آره، داریم میریم رستوران ایرانی دریا، خیلی خوشحالم. بعد حالا میرم رستوران ایرانی، نمیدونم چی بخورم. از یه طرف میدونی همه میگن کباب بخور، ولی من خیلی فن کباب نیستم. بیشتر وقتی که میرم هم دلم میخواد مثلا شلو کباب کوبیده یاد وطنی بخورم، ولی هیچ وقت منو ارضا نمیکنه شلو کبابای اینجا. نمیدونم چیه، یا مثلا من اون حس نوستالژیکم تغذیه نمیشه. یعنی من شاید حتی بیام ایران الان برم بهترین کبابم بخورم، بازم اینطوری هم که فلان، چون انگار مثلا تو توی خاطرت داری یه چیزایی که مثلا خاطره هست که قشنگه. بعد از مدت ها کار پیدا کردم، خیلی خوشحالم، درسته حقوقش کردم، ولی خب عالی، موافقم باید، مبارک دریا جون، ادامه بده، تجربت زیاد بشه، میتونی حقوقت هم زیاد بکنی عزیزم. آخ تحچینم خوبه، راست میگی. اگر نارون میرین کبابش بهتریه. نه دارم میرم هنا. رفتین هنا؟ من یه بار رفتم 8 سال پیش بود، در واقع خوب بود. یه ذره مدرن توریه، یه ذره برداشت غربیش هم کرده، مثلا پورشن غذاهاش کمتره که اوکیه، چون همیشه من غذای رستوران ایرانی پورشنای بزرگ میدم، اضافه میاد ناراحت میشم. یه لحظه من حرف نزنم اینو بکشم. اول یه بیس میکشیم. خب منم با بچه ها میخوام برم گوهر پارک سیرجان. به به، رستوران بهشتم خوبه. آره منصور جون، بهشت برین ها، یکیش ببین نمیدونم، یکیش مثلی که بهشت برین یا بهشت خالی مال جمهوری اسلامیه، من اونو دیگه نمیرم راستشو بخواد. آره نمیدونم، هیچ وقت کبابای رستورانا، ببین سمت چش سمت چپمو میکشم خوبه ها، میام سمت راست بکشم دستم اینه ویبره میلرزه.
این از بیس. بهشت تو هرو. آها بهشت خالی. پارتنرت هم غذای ایرانی دوست داره. آره چارلی هم خیلی غذای ایرانی دوست داره. خدا رو شکر از این نظر شانس آوردم. یعنی مثلا حالا با اینکه خیلی خوش غذا نیست، من حسام سر رفته، دوستان همه مشغولن، نمیدونم تنهایی کجا برم. برو سینما ها، برو برخواد پفک بگیر، چوسفیل پففیل. اینایی که دارم میگن یعنی لندن هستن. آره خدایی خورش بهتر تاک. آره من معمولا میرم مثلا قیمه میگیرم، بادمجون میگیرم. چرا اینقدر کم عکس با بیکینی میذاری؟ خودت چی فکر میکنی؟ ای ولکه رستوران جمهوری اسلامی نمیری. آره پنپه پنپه تصویری. موهامو دوست دارم، دارم باش سیادی حال میکنم. شیرین جون شما دوست صمیمی زیاد داری؟ شهرزاد جون تا دوست صمیمی رو چی برداشت کنی؟ ببین من معتقدم تو اگر تعداد کمی داشته دوست، دو سه تا بیشتر نداشته باشی، ولی بتونی اعتماد داشته باشی بهشون، بتونی وقتی حالت بده بدونی باهاشون حرف بزنی حالت خوب میشه، یا بهت فقط گوش میدن درکت میکنن، خیلی ارزش داره بیشتر تا اینکه رفیق باز باشی، تعداد زیادی دوست داشته باشی، هی برنامه بذاری این ور اون ور. من کلن آدم خیلی برونگرایی نیستم اگر باور کنید، یعنی خیلی به نزدیک باشن. من نمیدونم حالا زیاده یا کم، من فکر میکنم 3-4 تا دوست صمیمی دارم، شاید هم بیشتر باشه. الان دارم حالا فکر میکنم آره 4 تا مثلا میای. خیلی خب من شما رو بلاک کنم دیگه. آها غذای جدید درست نکردی خود؟ نه 4 روز که نبودم. خورشتا همشون از قبل پخته شدن و فریزری هستن. خب باشن حالا یه روز میخوریم. نه شیرین جون موهات خیلی قشنگه، خودت خیلی قشنگه، اخلاقت قشنگه، رنگ پوست وای خیلی ممنون. دندلیون جون من اصلا دوست صمیمی ندارم، این ایراده. نه هیچی ایراد نیستش، هیچی ایراد نیستش، ما تعریف میکنیم چی ایراده. اگر داری زندگی میکنی خوشحالی راحتی، اوکی. دوست صمیمی به چه کار میاد؟ دوست صمیمی به این کار میاد که تو بتونی باهاش حرف بزنی. آدم بتونه یکی رو داشته باشه که باهاش حرف بزنه، درد دل کنه. حرف زدن خوبه، حرف زدن خوبه. حالا چون ما توی سرمون زیاد داریم هی فکر میکنیم و این فشار میتونه استرس داشت بده به آدم، برای همین، برای یکم هم و همچنان نیومدی کاردیف و چیز چی میخواستم بگم؟ یه لحظه صبر کن کامنت یکی من حواسمو پرت کنم. رفتم رستوران نگاه کردم چه خوشگل. البته آره به رستوران خوشگلیه، خیلی کیوته، من دوست دارم. تو وست همستده. با کی میخوای بری رستوران؟ با پسرمم و زنش. چقدر به fake it till you make it اعتقاد داری؟ اعتقاد دارم روژین جون، روژینا جون، برای خیلی چیزا fake it until you make it واقعا درسته و جواب میده و خوبه، یعنی میتونه یه استراتژی خوب و کارآمد باشه. ابروات خوب شد خدایی، ایول، مرسی میسم. چون میسم فکر کنم تو دستی تو آرایش داره، قبلا یادمت کامنت های چیز میداد. چشام اشکی شد، تا حالا اینو نگفته بودم، میترسیدم ایراد باشه و خیلی بد. آخه خب بس یه لحظه من دوم اینو بکشم. خوبه یه دوم خوشو خوشو خوشو. ضد آفتاب چیه؟ آها رسیدیم به بخش هیجان انگیز داستان. ضد آفتابم هلیوکر 360. حالا تو این ریتریت که رفته بودیم، من و شیوا دوتا، من یه ضد آفتاب میزنم، شیوا یه ضد آفتاب میزنه. توی لایف قبلی هم اگه دیده باشین همین اتفاق افتاد. شیوا گفتش ضد آفتابی که میزنم خیلی خوبه و اینا، من گفتم نه ضد آفتاب من بهتر. چی میپوشید؟ همینی که تنمه، یه درس مشکی کوتاه. سلام یه محلی بده. سلام چیزه
حالا من میگم این ضد آفتاب من از همه بهتره اینها، اتفاقا جدیدم خریدم هنوز بازش نکردم، هلیوکر 360 روغن نداره و خیلی درمانیه، مدیکاله، یعنی چیز نیست توی مثلا لوازم آرایشی فروشی اینو نمیبینی، من اینو آنلاین میخرم. برای مسائل درونی و روانی هم به نظرتون میتونه کمک کنه؟ بله، اصلا برای اون خیلی تکنیک خوبیه. بله، یعنی اینکه مثلا ببین باور، مثلا ما داریم به باور میپردازیم، وقتی ما میخوایم یک عادت رفتاری جدیدی رو در خودمون ایجاد کنیم، خب باید تکرارش کنیم تا بشه عادت دیگه. حالا یکی میاد میگه آخه من اینجور آدمی نیستم. حالا اگر استرس لولتو نمیبره بالاتر، اگه پنیک نمیزنی ولی میتونی یه کاری رو انجام بدی که تا حالا انجام نمیدادی، باید fake it until you make it بشه، یعنی باید انقدر انجام بدی تا تبدیل به second nature بشه. ولی حالا بستگی داره. ولی روژینا، تو اگه همون روژینا هستی که بهم پیام دادی، میتونی وقت بگیری با هم راجبش صحبت کنیم عزیز دلم. این زنگوله لایف برای من دیگه کار نمیکنه. راحیل بابا اصلا این اینترنت، این میگم اینترنت، این اینستاگرام هیچیش کار نمیکنه خواهر. به دوم که میرسه من قشنگ پنیک میزنم، چون اصلا نمیتونم. چه قری نمیکنه این بازیکن، چه میکنه این بازیکن. به نظر من انقدر میگم بیا کاردیف تو نمیای عادی، قربونت برم منصوره. ببین قربونت بشم، من باید نمیدونم، باید فکر کنم یه ماهو بذارم سفرهای استانی انگلیسی انجام بدم، چون هی مثلا من دوستم منچستر میگه بیا، نمیدونم اون یکی به همون کاردیف میگه بیا، نمیدونم دیگه کی کجا، شفیلد یکیه میگه بیا، من انقدر این جاها رو دوست دارم برم و هی میگم میام و خب نمیرم. میدونی چرا؟ نمیدونم چرا، شاید احساس میکنم اگه بیام خب مثلا هماهنگ کردنش سخته. میدونم بیام کلی حال میکنیم، میدونی؟ مثلا ممکنه بگم خب بچه های کاردیف من فلان روز این ساعت میام، یهو همه اون روز کار دارن، یهو همه اون روز نمیتونن، یهو همه اون روز کاش شنبه بیای، کاش هفته دیگه میومدی، کاش هفته پیشش میومدی میشه. این بخشه رو من خیلی رو مخمه، لذا آی کامپلیتلی صورت مسئله دیلیت، شیفت دیلیت میکنم، میدونی؟ حالا یکی بیاد بشه مدیر برنامه، آقا بیاین سفرهای استوری با هم برنامه ریزی کنیم، یه همسفر بشه، من دوست دارم کارهای پارتنری انجام بدم، تکی اینطوری هلک هلک را افتادن، ولی برای من و من مثلا خیلی ها هستن دوست صمیمیشون عین خودشونه، تفریحاتشون مثلا من دوستای صمیمیم با من خیلی متفاوتن، من کسی رو ندارم تو این زمینه با من هم سلیقه باشه، برای من دنبال پارتنر کاریم، دوستان پارتنر کاری از این نظر که بخوایم تور بذاریم، ایونت برگزار کنیم جاهای مختلف دنیا، اگر تو کار برنامه گذاری، برنامه ریزی، مدیریت، هماهنگی خوب هستین، لطفاً بسم الله بیاین با من شریکی کار کنیم، همکاری کنیم، چون من در بخش اجراش خوبم، هماهنگیه یخت برای من چالشه و علاقه ای ندارم به اون بخشش، لذا معهازا. متوجه عرضه بنده هستین؟ یه پی آر اگه ما داشته باشیم خیلی خوب میشه. لیزر میری؟ نه. خب خط چشم خوب شد، میریم برای ریمل. بذار برم چیزو بیارم، یه لحظه صبر کن. اومدم از هند، اومدم با ماشین بنز، اومدم. چرا انقدر متفرق از حرفات؟ برای اینکه کامنتو متفرق است، برای اینکه من با موضوع خاصی نیومدم اینجا، اومدم با هم معاشرت بکنیم. عشقم ریمل بزن. باشه عشقم، برای اینکه الان من فقط مثل دوست، من الان مثل دوست شما نشستم اینجا دارم آرش میکنم، با هم داریم حرف میزنیم. خب شما وقتی با دوستت میشینی میای بگی موضوع درس امروز چیه، داخل چشمت هم بکشی جذابتر میشه. آبی بکشم داخل چشمو؟ بذار اینجا رو چیز درست کنم، کم بزن. چی کم بزنم؟
حالا الان کلوف میشه. هیچی. نه تیره تره. آها. منم باید آماده بشم برم. گمشم حسن. نگو اینجوری با خودت صحبت نکن عزیزم. مرسی میوزیک جون. به ما هم خوش گذشت. شما نمیدونم کدوم هستی میوزیک که میگی خوش گذشت. زیر چشمو با سایه اوکی کن. خوبه دیگه گند نزن. دوست خارجی آتش کجاست خوبه. چه شده؟ برای ایران هم کوچ میشی ما با پیپل اینا. الی اصلا من 95% جلساتم و مراجعینم همه از ایرانن. شما لازم نیست پیپل اینا پرداخت کنین. به تومن داخل ایرانی میتونین پرداخت کنین. اصلا من بیشتر مشتری نبا بگم. به انگلیسی میگن کلاینت. به فارسی ما میگیم مراجع. مراجعینم از ایران هستن عزیزم. مرسی آیناز جون. خط چشمو بردی بالا لعنتی. آره میدونم. وایسا این یکی هم پس یه ذره ببرم بالا لعنتی. وایسا این دیگه. ترس نخورید. ترس نخورید. وایسا. نه الان خوبه. الان خوبه. با گوش پاک کن. صاف و صوفش کن. زینت آخه این زده آبه. با گوش پاک کن. توف و اینا کار نمی کنه. بعد الان بزنم توی آرایش پاک کن قاطی میشه لش خون. خوبه. من که نتونستم بیام سوالی بود. آها علامت سوال آخه نذاشته بودین. آره خیلی خوش گذشت. جای شما خالی. شیرین جون واتساپ خودتون جواب میدین یا ادمین؟ ادمین. خونه دوستتی هنوز شیرین جون یا نه؟ نه شهرزاد جون خونه خودم هم دیگه. خونه دوستم نیستم. یه هفته هست از خونه دوستم اومدم. خب این خوش بشه. خوش شد. بریم برای فر موژه. بچه ها گرسنمه. حالا ممکن بیان بگین نون پنی گردو بخور. میشه ولی روژه میبلین. میبلین الان میاد. اصلا نگران نباشید. ریمل میبلین. حالا دوستم یکی از بچه ها میگفتش بهشون ایمیل بزن به میبلین بگو باید حتما این کار کنم. خیلی خونت با حاله. مرسی. منم خیلی خونم رو دوست دارم. واقعا حس کوزی داره. واقعا عشق دارم نسبت به خونه. فقط برای کار دیگه آدم هی اخونه که کار میکنه یه حالی میشه. مثلا دوست دارم برم دفتر. ولی خب دفتر نداریم دیگه. کسی که سلف امپلویده دفتر نمیخواد. نه غلام؟ ممکنه. چی شده این چند سال آینده مهاجرت کنین؟ آها ممکنه چند سال آینده مهاجرت کنین. نمیدونم. شاید. کی از آینده خبر داره؟ قربونت برم. کی از آینده خبر داره که من بخوام داشته باشم؟ کی میدونه چی خوبه و چی بده؟ قرار شد ورزش روزانه‌تو بگی. آفرین. ببین من پارسال 8 ماه میرفتم با اون گروهه که یه ویدیو هم گذاشتم. علیرضا وایسلا یادم. میرفتم با یه گروه ورزش میکردم. آره دبی هم میرم. بعد ورزشاشم فیتنس بود دیگه. وزنه بود و کش و بگو کتلبل و از این حرفا و اینا و خیلی خوب بود. منتها به من اون ریزالتی که میخواستم نداد. تقصیر خودم هم بود چون من فقط میرفتم اون ورزشا رو میکردم. کارهای دیگه که باید میکردم برای اینکه اون ریزالتی که من میخواستم بگیرم رو نمیکردم. پس ماهیچه هی ساخته میشد چیزای دیگه ساخته یا دیکانستراکت نمی شد. بعد فهمیدم که نه من الان نه تنها زندگی نمی کنم و فهمیدم که من الان باید فوکسم رو بذارم رو کاردیو. خب افتادم به دویدن. من الان از ماه می به این ور حالا بجز
ده روز اخیر که هیچی صفر بوده، صفر مطلق بوده، اما تو این 4-5 ماه اخیر تقریبا میتونم اگم حداقل هفته ای 3 روز میرم میدوام. اینه این یوگا هم قبلا میکردم، الان نمیکنم. مثلا ما رفتیم ریتریت رو یوگا هم کردیم، خیلی خوب بود، ولی خب برای من الان دویدن در اولویته و خیلی داره به هم جواب میده و حس خوبی دارم. پیاده روی هم میکنم، یعنی وقتی که حوصله دویدن ندارم هم میرم پیاده روی. اینه روتین ورزشی من. متوجه عرض بنده هستین؟ چجوری حال دلمون رو خوب کنیم؟ با یاد گرفتن مشاهده فکراتون و کندن خودتون از فکراتون. شما هویتتون به فکراتون نیست. ما 90% فکرایی که میکنیم پشمه، به درد نمیخوره، اما چون اینو نمیدونیم خیلی فکرامونو تحویل میگیریم و فکرامونو معتبر میشماریم، اون فکرها روی دل ما تأثیر میذارن، حال دلمونو بد میکنن. حالا من بهتون میتونم یاد بدم، کنارتون بیام به عنوان مشاور، به عنوان کوچتون، که رفتار درمانی رو انجام بدی، یعنی رفتارهای ناخواستت رو درمان کنی که حالت خوب بشه. ریملش خیلی تأثیر نداره، اختیار دارید، خیلی تأثیر داره، در همین حد من تأثیر میخوام، بیشتر نمیخوام. من که آهنگ شاد میذارم میرقصم، بعدش ذهنم رو ساکت میکنم. بله، رقصیدن یکی از بهترین ابزارهای تنظیم احساسات و افکاره. برای همین من توی همه برنامه هم دوست دارم رقص رو داشته باشم و از میدونی یعنی ازش فاصله نگیرم. شیرین خیلی دوستان ورزش کنم ولی لاغرم. خب ورزش که لاغر نمیکنه لزوماً، بستگی به نوع ورزش و رژیم غذایی داره. رژیم غذایی هستش. ببین این دوتا عضو جدایی ناپذیرن از هم. هر کی میخواد بدنش رو یک فرم مشخصی بده باید دو عامل تحرک جسمی و تغذیه و سه عامل اعصاب و روانش رو با هم، یه مثلث از هم جدایی ناپذیره، تنظیم کنه. خیلی خوب. حالا دیگه باید یه بالانس، یه تعادلی رو بتونی پیدا کنی تو این زمینه و اینکه بگی آخه برام سخته، آخه من نمیتونم، باش، ولی نمیتونی به نتیجه هم برسی. میدونی چی میگم؟ خب این از این. میخواین این زیرشم یه اینطوری کنم؟ ولی من هم واقع پایین چشم رو میکشم خودم خوشم نمیاد. یه ذره حالا اوکیه. روژه ره 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 بزن. شیرین چرا کار با وزنه جواب نداد؟ کار با وزنه جواب داد، ولی من ماهیچه ساختم، ولی چربی هام خب بود سر جاش، برای همین پرتر شدم، تو پرتر شدم. من نمیخواستم تو پر بشم، من نمیخواستم حجم بیارم، برای همین در این حال که ماهیچه ساختم، خب ماهیچه حجم داره با اینکه شکل میده بدن رو، ولی حجم داشتم، برای همین جواب نداد. من میخواستم حجمم کم بشه. نه داخل چشم رو سفید نمی کنم. Oh my god، اینجا رو میخواستم سایه بزنم، چیز یعنی روشن کنم، یادم رفت. بعدش هم یه چیزی بهتون بگم، با دوستاتونو اینجا دوره هم و هر کی هر کامنتی میده بری انجام بدی نکنین. هر چیزی رو به متخصصش باید سپرد. با هم میشینیم دورم، باید اینو بخوری، نباید اینو انجام بدی. یکی از سبکای زندگی آدم موفق اینه که کارو میسپره به کاردونش. پا نمیشه بره با دوستاش هی نصیحت های تخصصی بگیره. انقدر نشین دور هم نصیحت های تخصصی به هم دیگه بدین، این اصلا نه درسته، خطرناک هم میتونه باشه. میتونه آدم، شما یه چیزی بگین به دوستتون که اصلا با
فیزیولوژی با سبک زندگی اون آدم همخوانی نداشته باشه و کلا آسیب حتی بزنه، یا اصلا حرفی که میزنی شاید تریگرش بکنه، استرسش رو ببره بالا. شما چه میدونید که چی؟ متخصص یاد گرفته با هر فرد چطوری چه سوالایی اول بپرسه، چه چیزایی در نظر بگیره تا بتونه راهکار مناسب اون فرد رو ارائه بده. شیرین جون چربی سوزی داشتی، فقط ساختار بدنت عضلاتت چون حجم گرفته بوده حس میکردی بزرگتر شد؟ شاید. حالا من چون رژیم غذایی هم نداشتم و اینا، اونم خیلی مؤثر بوده. وقتی استرس و استراب داری چی کار میکنی؟ وقتی استرس و استراب داری شما یه سری کارا هستش که همه میدونیم ولی انجامشون نمیدیم. یکیش اینه که تحرک داشته باشی. وقتی استرس و استراب داری میتونه یکی از کارا ورزش کردن باشه یا پیاده روی کردن باشه. وقتی استرس و استراب داری یکی از کارا میتونه نوشتن باشه، جورنال کردن باشه. وقتی استرس و استراب داریم یکیش میتونه با مشاورت، درمانگرت، کوچت صحبت کردن باشه، با یک کسی که امنه صحبت کنی، یعنی راجع به اون مسائلت بگی. چیزی که کمک نمیکنه و اکثر آدما من جمله خود من هم خیلی وقتا انجام میدم و میدیم اینه که هی میشینیم میگیم چیکار کنم از تو این حالت در بیام. نه با کسی راجعش صحبت میکنیم، کسی که بتونه بهمون کمک کنه مسیر درست رو پیش بریم. یعنی ریگولیت باید بکنی احساساتتو، باید افکارتو ببینی، باید افکارتو حلاجی کنی با آگاهی، نه با ببین من میتونم الان اینو نگاه کنم بگم این چقدر داغون زشت کثیفه، میتونم بگم چقدر جالب کی اینو ساخته انقدر خوب دیزاینش کرده، نگاه کن چه رنگش رو تو خوب انتخاب کرده. بسته به این که من چه نوع آدمیم میتونم به این یه جوری مشخصی نگاه بکنم. پس برای همین میگم خیلی مهمه شما از احساساتتون و افکارتون و نگرانی ها و دغدغاتون با کی حرف میزنید. اون کیه میتونه بگیره شما رو لیفت کنه، روحیتون رو بالا ببره، حالتون رو خوب کنه، کمکتون کنه، چراغی در ذهنتون روشن کنه، راه حلی بهتون بده. اون آدمه میتونه یه چیزی بگه حالتو بکنه تو قوطی، ناامیدترت بکنه، احساسای بد بهت بده، استرستو بیاره بالاتر. اما اگر نمیخوای با یه نفر دیگه ای به استرابت و استرست بپردازی، که من پیشنهاد میکنم همه آدما حتما یک مشاور، یک کوچ، یه روانشناسی برای خودشون داشته باشن، اما خیلی ها به هر دلیلی ممکنه نتونن این موقعیتو داشته باشن، کارایی که گفتم باید بشه روتین زندگیتون. رژیم غذایی خیلی تأثیر داره. کسایی که جانک فود زیاد میخورن توانمندیشون در مدیریت احساساتشون کمتره. کسایی که هلهوله زیاد میخورن، کسایی که ویتامین بدنشون، مواد معدنی، مواد مغذی بدنشون پایینه. من خودم هر موقع که مثلا از نظر رژیم غذایی، منظورم خوردن خورد و خوراکمه، رعایت نمی کنم، قشنگ می فهمم تاب‌آوریم در مقابل احساسای بد پایین تره، گنجایشم برای چالش‌های زندگی پایین تره. خیلی عوامل زیادن، می دونی چی میگم؟ سرتون به چشمای سیاهتون. خب اجازه بدید بعد میریم این و مثلا باید تو بدنتو هم نه تنها بدنتو بشناسی، بلکه باید روحت رو هم بشناسی. هلو بلکه باید روحت رو بشناسی. روحت یعنی چی؟ یعنی روانتو بشناسی. وقتی ما از خودشناسی صحبت میکنیم فقط این نیست بفهمیم چه تایپ نمیدونم از این NFT ملفتی ها هستیم و من چه کارا، بری از این تستای شخصیتی بدی و اینا، اون خودشناسی نیست. خودشناسی زمان میبره، خودشناسی آگاهی لازم داره، یک مقدار دانشی رو تو باید کسب کنی، بعد بری در طول یه مدت زمان مشخص
هی تست کنی چیزای مختلف و قلقت بیاد دستت. من میدونم یه هفته به عادت ماهانم که هستش به پریودم مونده، من تو اون یه هفته گنجایش تحملم میاد پایین، من تحمل کردن سختی ها، تحمل فکرام میاد پایین، یعنی فکرای مخرب من راحت تر میتونه تو این یه هفته منو تخریب کنه، پس دیگه کنترلمو نگه میدارم دیگه، یعنی برای خودم تو تقویم علامت میزنم، چک میکنم همیشه، وای نمیستم تا اول حالم خراب شه بعد بگم چرا حالم خرابه. اینا من میدونم، من از دو هفته قبلش میدونم هفته دیگه مثلا اینجوریم، پس باید یه سری چیزا رو از قبل حواسم بهش باشه، یه سری تصمیما رو نگیرم. چینجون توی پرانتز تولد مبارک، خیلی ممنون. پس فرداست 26 مرداد 17 آگست، ولی فکر کنم امسال تو دو روزه. بس ببینم 26 مرداد که ما امسال دو روز در سال تولد داریم. فردا به ایرانی تولدمه، کدومش به نظرتون واقعیه؟ واقعیه ها؟ واقعی کدومه؟ فردایی است یا پس پردایی؟ خب وای گرسنمه. خب یه دونه از این قطره های روژ اینطوری فردا میشه عزیزم تولده، چون خودم هم 26 هم هست. نه بابا، خب 17 آگست آدم نیست؟ او مای گاد، پس اگر امروز 25 تولد که از دوستای صمیمیم تو ایران امروزه، من فکر میکنم فردا منتظر بودم بهش پیام بدم. فرداست. من برای پس فردا آماده شده بودم، قبول نیست. اسم این قطره چیه؟ این بلاشه، قطره بلاش، برندش هم مارک 17 اسمش 17 ایوا. فردا دارا. خب من براش پستی آماده نکردم که حالا چیکار کنی؟ سایت time.ir چک کن چی میگه. حالا time.ir بذار ببینم time.ir چرا حالا؟ خب نه، چیو چک کنم؟ چیگه؟ فردا 26 ولی 26 و 17 آگست فردا توی سال غیر کبیسه یه روزه. مرسی، چشتون ناز میبینه. بعد چیزم بزنم. ماتوچ دوست پسرت چی خریده؟ چی بخره شما خوشحال میشین؟ بچه ها رفتم اینو خریدم، اونو قبلا خریده بودم، گفتم یه ذره تیره است بعد دوست نداشتم، حالا بذار الان تیره. ولی میبلین طلا بخره شما خوشحال میشین؟ خب اینو از این ما منو حاجی فرنگی خوشگل قلبونش برم، گند نبات این پسر، اصل طلای این پسر، جگر بلای این پسر، تولدمون با هم، یعنی تاریخ تولدمون خب چقدر فاصله داره؟ یه هفته 10 تقریبا 9 فاصله داره. من 26 مردادم، اون 26 آگسته. خب بعد ما چون تولدمون نزدیک همه دیگه یک بار یک کاری میکنیم. امسال داریم میریم کجا؟ همه با هم، اگر بی حرف پیش گوشه شیطون کر، چشم حسود کور،
توف 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 نمک به پاش به عقب داریم میریم. ها سی پنیا لبری هیبرا هیگبو کنیانیه هنیانیه ها سی پنیا لبری هیشیلو هن هن هلالا هلالا هنیانیه Enyanye ingenala innamela bara chiklare tingle palare hakalare ting. آفرین لیلی و مشکان اولین نفر بودن. آفریقا کنیا ایندوری اینجوری بود که اینجوری شد. دیگه بی حرف پیش یه استرسی هم گرفتیم همین دیروز، دلتون نخواد ولی استرس حل شد، لذا معهازا راجبش صحبت هم نمی کنیم. سوتی خودم بوده به مناسبت تولد برقص. نه دیگه حوصله ندارم الان برقصم، یعنی گرسنمه بیشتر از این که حوصله ندارم. مدانه مرسی، مرسی از آرزوهای خوبتون، مرسی بچه ها. حالا الان یه استرسی شدم فردا تولدمه. فردا کار دارم میکنم، اشکال نداره، پس فردا ما داریم میریم خارجیشو جشن میگیریم، داریم میریم خونه دوستمون مسافرت. چقدر تو پر روی، مرسی. نه ما رو با حرفات برخصون. باشه محوش بریوش چه بد کرد، غلط کرد، شوهر کرد، همه رو در به در کرد، با یک خونی جیگر کرد. شیرین جون میشه مارک خط چشمی که زدی و بگی نیکس NYX نیکس؟ این یکی میبلین شانس آورد، میبلین نیست. فیلتر گذاشتی؟ نه به خدا نه. ببین آه اینجا رو بذار یکم چیز کنم. آفت چ چ چ. محوش پریوش چه بد کرد. علی رضا مرسی که برام بج گرفتی، قربونت برم. علی رضا همیشه منو ساپورت کرده، همیشه، یعنی نمبر وان. مرسی، امیدوارم ببینم در آغوش بفشارم. همه چی تمام، نه رد فلگ داشته، نه پاشو از گلیمش فراتر گذاشته، حمایت کرده، مهربونه، با شوره، باهوشه. بوس به ما کله ماهت. موهات رنگ کردی؟ آره فریبا جون دیگه، من خیلی وقت رنگ کردم، حالا چون شاید اتو کردم رنگش معلوم تره. من از ترکیه که رفتم، کی رفتم ترکیه؟ یه هفته، دو هفته، سه هفته، چهار هفته، کی رفتم ترکیه؟ چقدر گذشت از ترکیه؟ واو بیشتر از یک ماه شده. نگار جون مرسی که برام بج گرفتی، مرسی گشنگا. امشب فکر کنم سورپرایزت میکنم تو رستوران. نه بابا اونا نمیدونن اصلا تولدمه. نه این پسر من انگلیس زندگی نمی کنن، الان مسافرتی اومدن انگلیس و خب ما با هم بزرگ شدیم، رفیق شفیقمه، دارم میرم ببینمشون، دوستشون دارم. شنبوس گنبولی، مرسی نگار جون، مرسی. آره ظریف، خودم رنگ کردم، خودم که من و مامانم و خواهرم ستایی رنگش کردم، ولی خودم رنگ کردم. حالا به مناسبت تولدم هم هست، نه آهنگ بذارم، باز میخوام بذارم رو یوتیوب چیز میگیره، بگن کپی رایت میگیری. البته هم میتونه به عنوان آخرین بخشش بذاریم که برقصیم. بذار با خاک به سرم یه لحظه صبر کن، ما اینجا خونمون رو مرتب کنیم، آبرومون نره جلوی در و همسایه. خب یه آهنگ بذاریم برقصیم، یه چی بگو رقصمون بیاد. زینب جا هست اینجا؟ آره. خب مرسی چشاتون ماه میبینم.
جونم بهتون بگه راستی، من مدرک بعدی روانشناسیم رو هم گرفتم. شیرین هستم، یه مدرک بگیر. تو میرخصی ما عرق میکنیم. بس ببینیم. نه هلش گوستل ندارم. اوه لپتاپم شارژش داره تمام میشه. خب اگر این لایو آفلاین ببینید، میرید رو یوتیوبم ببینید، چون ممنونتون میشم. مرسی. شما هم میرقصی با هم؟ آخ جون پاشید همه با هم برقصید. با من میرقصی، به دلم نشستی، من ازت خوشم میاد، به دلم نشستی. بذار اتفاقا اون هنگر بذارم که کپی رایت نمیگیره، که شاید هم بگیره، ولی مرسی. چشاتون خوشگل میبینه همتون. آهنگ خالی بذارم، ریمیکس لیلا، ریمیکس لیلا رو بذارم. ها نه، ریمیکس لیلا عرق میکنم بعد خیلی بد میشه، هرچی زحمت کشم. آهنگ خالی بذارم، میتونم اون آهنگ شیرین لیلا فروه بذارم. منم اون یار شیرین، منم اون یار بالا. واقعا در پشت کار بی نظیری. مرسی. از چه جهت اینو دارید میگید؟ آها به خاطر اینکه مدرک گرفتم. مرسی. آره. کجا زندگی میکنم؟ بدفورد. شهر بدفورد تو انگلستان. بردفورد ده ها. بدفورد. بیا. سبززار بیژن مرتضوی هم خوبه. خب. تو یوتیوب این آهنگ ریپلیسش میکنم با یه آهنگی که کپی رایت نداره، برای همین اگر دارین رقص رو تو یوتیوب میبینید احتمالا خیلی آهنگ با حرکات من همخوانی نداشته باشه. شما میوتش کنین آهنگی که میذارم و پلی کنین، اینطوری نگاه کنین. میتونینم کلا نگاه نکنین، ولی لایک و سابسکرایب یادتون نره، خیلی به هم کمک میکنی. نمیدونی چقدر سابسکرایب کردن به کانال من کمک میکنه. مرسی، خودتون با مزه این. با دلم بد نکن بذار. با دلم بد نکن. ببینم. آخر بد نکن. نداره با دلم بد نکن. بذاریم رو یوتیوب ببینم. گربت رو چی کار میکنی میری سفر؟ همسایمون دیگه میاد مراقبت میکنه ازش. اگر آهنگر نشناسم نمیرقصم. ببینم میشناسم. نه من با این نمیتونم برقصم. وعده.
خیلی دوست داشتم. آهنگای لیلا فروهر واقعا خوب بودن. این از این خدافظ. 16 و 16 دقیقه هم هست. وای آرزو کنید، آرزو کنی ها. مرسی از تبریکای تولدتون. I love you PMC. بذار ببینم. اوپس. Week today. آره من باید برم. برم که به مرسی فریبا جون. آره این لباس هم خیلی دوست دارم، کیوته. بای. نرگس میگه انگار خیلی کم داری. آره یه ذره به هم میدی زیاد داشته باشم. آره خدافظ نرگس، خدافظ عاطفه. Thank you. مرسی از شلوار منم جیب داره. مرسی از آرزوهای خوبتون. ماچ به کله هاتون. یک روز تو برام وصله جونی،